به نام خدا و بیاد یاد شهدا همتنان گرامی را درود و سلام بومان علی قاسمی هستم که از شبکه دیروز امروز و فردا در خدمت شما می باشم در برنامه امروز دوباره به صفحات تاریخ مردم و کشور ما نظر می اندازیم و باز هم خاطره های تلخ قرن خون و استبداد را ورق می زنیم. اما این بار از شخصیتی می خواهم یاد کنم و درباره کسی می خواهم بدانید که خود نویسنده و یادداشت کننده یا تمام وقایع و رخدادهای همان قرن استبداد بوده و به حکم امیر ستمگر یعنی عبدالرحمن خان و فرزندش حبیبالله خان تمام وقایع و رخدادهای همان عصر را به حیث وقایع نگار دربار سلطنتی ثبت و درج تاریخ کرده است آره این شخص به نام فیض محمد کاتب هزاره یاد می شد همه عزیز از اینکه شخصیت کاتب هزاره را باید بهتر و عمیقتر شناخت لذا بنده تمام سوانه و کارکردهای کاتب هزاره را در چندین بخش خدمتتان تهیه و تقدیم میدارم اما بخش نخست از تولد تا راه یافتن کاتب در دربار عبدالرحمن مرحوم استاد بسیر احمد دولت آبادی در کتاب هزارها از قتل عام تا احیای هویت کاتب را نخستین احیاگر هویت دوباره هزاره ها بعد از قتل عام و شکست هزاره ها در قرن نزده میلادی میداند طبق نوشته مرحوم دولت آبادی، ملا فعیز محمد کاتب فرزند سعید محمد از طایفه محمد خواجه در سال 1279 قمری در قریه زردسنگ از توابع ولسوالی قرباغ ولایت غزنی چشم به جهان گشود. سایت اینترنتی ویکیپیدیا دانشنامه ای آزاد در مورد تولد کاتب چنین می نویسد. فیض محمد کاتب هزاره زاده 16 رمضان 1297 هجری قمری در روستای زردسنگ از منطقه قرباغ ولایت غزنی است. پدر او سید محمد فرزند خداداد از طایفه هزاره محمد خاجه بود که در زمان جنگ های خونینی که بین اقوام افغانستان براه افتاد از قرباغ به ناهور کوچ کرد. او وکالت و ریاست قوم محمد خوجه را به عهده داشت آقای عباس دلجو در کتاب هزارها و حاکمیت استبدادی صد سال اخیر شخصیت کاتب را چنین معرفی می گند. یک تن از شخصیت های نامدار و مورخ شهیر کشور متعلق به جامعه هزاره در آن زمان ملا فیض محمد کاتب هزاره بود که ایشان در سال 1279 هجری قمری در دهکده زرد زردسنگ واقع در قرباغ غزنی چشم به جهان گشوده که نام پدرش سید محمد و نام پدر کلانش خدا داد می باشد. در سال 1298 جنگ خونینی که میان شیعه و سنی در قرباغ غزنی در می در اثر این جنگ کاتب با خانوادهش و چندین خانوار از مردم محمد خواجه ناگزیر زمین و قریه هایشان را گذاشته و با حال آواره به سوی ناهور فرار می کنند که برای همیشه در آنجا ماندگار می شوند. مرحوم کاتب تحصیلات ابتدایی را در زادگاهش آموخت و برای ادامه ی تحصیل به قنده رفت. مدت هم در کشورهای هند، ایران و عراق در حوزه های علمیه آن زمان به کسب علم و دانش پرداخت. گرچند طبق نظر کاتب شناسان سحصیلات کاتب مسلسل و روی یک رشته خاص تحت نظر استادان مشخص صورت نگرفته بود بلکه چونین به نظر می رسد که کاتب از استعداد سرشار برخوردار بوده و آنچه را آموخته از تلاش جدیت و مطالعه و مداوم شخصی خودش بوده یعنی در فراگیری دانش و آگاهی پیرامون رخدادهای جهان در آن زمان حس کنجکاوگر مخصوص به خود داشته است مرحوم استاد دولت آبادی علاوه می کند که کاتب در زبانهای فارسی، افغانی یعنی پشتو و عربی تسلط کامل داشته و به زبانهای اردو و انگلیسی به حد رفع نیاز بلدیت داشته و در ادبیات عرب، اصول فقه، منطق، حکمت، علم نجوم، ریاضی و تاریخ تسلط کامل داشت آقای عباس دلجو در مورد تحصیلات کاتب می نویسد که کاتب به کشورهای هند و ایران سفری تحصیلی داشته که آخرین مرجع تحصیل ایشان حوزه های علمی نجف در عراق بوده آقای دلجو علاوه می کند که کاتب بعد از فراگری علوم متداول آن زمان به کشور برگشته و در کابل در کنار وظایف رسمی تدریس و نگارش و تعلیف را نیز آغاز کرده بود ایشان به نقل از پروفسور ای ام رستر روسی تبار که ملاقات کوتاهی را با علامه فیض محمد کاتب در سال 1919 میلادی داشته در مورد شخصیت کاتب این پروفسور روسی چین ابراز نظر کرده است ملا از محمد کاتب از سوار هزاره در کابل به مصابه دانشمند علوم اساسی شریعت و ستاره شناسی شناخته می شود و پیشگویی های را به او نسبت می دهند او به برکت داشتن تبهر سیمای منحصر به فرد و جهانگرد سرزمین های دور شخص خارق العاده کشور می باشد طبق نظر آقای دلجو کاتب علاوه بر تحصیل و علوم متداول زمانش در هنر خطاطی و خوشنویسی نیز استاد بوده و نسخه های زیادی از قرآن و چند جلد کتاب از تعلیفات علمای گذشته را نیز به خط نستعلیق نوشته است تاریخ نویسان داخلی شخصیت های فرهنگی و پژوهشگرانی که در مورد کاتب تحقیق نمودند به این باور رسیدند که یکی از دلایل راه یافتن علامه فیض محمد کاتب به عنوان یک تن از اعضای دارالانشای دربار امیر حبیب الله خان علاوه بر دانستگی و استعداد خاص کاتب در فن نگارش و نویسندگی مهارت ایشان در خوشنویسی نیز بوده است سایت اینترنتی خراسان زمین سوانه علامه فیض محمد کاتب را که نوشته آقای یعقوب اسناع است و نشر رسانده و در مورد راه یافتن کاتب به دربار چنین نگاشته است یکی از دلایلی که کاتب به دربار راه مییابد و عضویت دارالانشاه را حاصل می کند درایت و استعداد خاص کاتب در نویسندگی و خوشنویسی است ملا محمد سرور اسحاق زایی استاد کاتب این درایت و استعداد را در کاتب دیده بود که پیشنهاد شمول او را به عضویت دارالانشاه و مجلس تعریف ارائه کرد قبل از این شمولیت کاتب وظیفه رسمی نداشت چون که از لابلای نوشته هایش برمی آید در سال 1303 هجری عضویت یک هیئت پنج نفری را در امر مصالحه با ابراهیم سلطان پشی جاغوری داشته که کاتب تمرد ورزیده بود و هیئت قضیه او را به اصلاح رسانید و در سال 1304 هجری در جبهه اندر لباس جنگجویی را برتن داشته است در مورد شمولش با وظیفه دفتر خاص به سال 1310 هجری او بیان می دارد که بنا به تعریف و پیشنهاد ملا محمد سرور اسحاق زایی به این ماموریت گماشته شده بود بنا علامه فیض محمد کاتب هزاره در سال 1310 هجری قمری با عمر یک سالگی به دربار حکومت افغانستان راه یافت و به عنوان نویسنده فرمانها و نامه های دولتی در دربار عبدالرحمن خان انتخاب گردید و به کاتب معروف شد اما در عصر حکومت امیر حبیب الله خان فرزند عبدالرحمن خان علامه فعیز محمد کاتب تیه فرمان بادشاه وقت امیر حبیب الله خان مسئولیت وقای نگاری و تاریخ نویسه را عهدهدار شد. امیر حبیب الله خان که از علم و دانش کاتب به ویژه در زمینه تاریخ نگاری آگاهی حاصل کرده بود او را موظف و نوشتن کتاب در تاریخ افغانستان از روزگار و قدرت رسیدن احمد دورانی تا زمان خودش امیر حبیب الله کرد. و برای پیشرفت این کار همه بایگانه های دولت اسناد و مدارک دست اول نامه و فرمانها و گزارش های روزانه و سایر نوشته های موجود در آرشیف دولتی را در اختیار علامه کاتب قرار داد مرحوم استاد دولت آبادی در مورد توضیف شدن کاتب از سوی حبیب الله به حیث و نگار می نویسد که موضوع تاریخنگاری در نزد حبیب الله به حد مهم و حیاتی بوده که حتی خود حبیب الله قصد نوشتن آن را داشته لذا امیر حبیب الله خان فرد شایسته تر از کاتب را در تمام قلم روی حکومت خود نیافته و هرگز او را محرم اصرار حکومت خود و پدرش نمی ساخت. بدون شک فرد شایسته تر از کاتب از هیچ قوم طایفه در آن شرایط وجود نداشته که او را به این کار بگمارد. اینجا است که در مقدمه سراج التواریخ شخص امیر حبیب الله خان می نویسد. چنانچه در این اوان که زمام اختیار امارت خطه افغانستان از لطف و مرحمت حضرت یزدان در قبضه اقتدار این فرمان بردار خالق سبحان آمد تصمیم عزم بر تصوید و وقایع نموده و خود را از سبب گرفتاری در امور مهمه سلطنت و تربیت سپاه و رعیت معذور دیده فائز محمد کاتب ابن سعید محمد مغل معروف به هزاره محمد خوجه را مأمور فرمودم که به تحریر پرداخته و سرنوشت پادشاهان افغان را کتاب مرتب سازد تا در روزگار یادگار بماند با وجود گرفتاری زیادی که در امورات دولت علیه خداداد افغانستان دارم باز هم جزوه جزوه که از تحریر می براید خود من شخصا ملاحظه کرده هک و اصلاح نموده و اجازه بیه چاپ می دهم. امیر حبیب الله پادشاه افغانستان مرحوم علامه کاتب با نگارش حق بینانه و زیرکانه اش نه تنها موفق به نگارش تاریخ افغانستان شد بلکه در نزد اهل علم و فرهنگ لقب پدر تاریخ افغانستان را به خود اختصاص داد کاتب در راه تدوین تاریخ و بقای نگاری زحمات زیادی را کشید و سختی های فراوانی را متقبل گشت که حتی لط و کوبه را به خاطر درج حقایق به جان خرید در این مورد علامه کاتب در کتاب وقای افغانستان یادآور می شود که در خلال این احوال در رمضان 1311 قمری سردار حبیب الله خان مؤلف ضعیف را نصف شبیه که در خوابی غنوده بود در عمارت اندرون باغ شاهی جلال آباد نزد خیش تلبیده و به ضرب چوب کف پاهایش را نیک و فرمود که دیگر بیکارگی نکند و حال آنکه که مصدر امری که باعث ستم و تهدید باشد نشده بود و خیش را مجرم نمی پنداشت تنبیه و تهدید یافت همچنین مرحوم استاد دولت آبادی درباره ترس و وحشت آن عصر می نویسد که علامه کاتب هر وقت نسخه از سراج و را نزد امیر حبیب الله می برد تا تعیید او را بگیرد ابتدا دو نماز می خاند. هم برای نجات آن نسخه از تلف شدن و هم آمادگی برای مرگ خودش کاتب هرگز باور نداشت که می تواند کتاب خود را به پایان برساند و مورد خشم قرار نگیرد و یا نسخه نوشته شده یا مورد قبول واقع شود یا خیر استاد دولت آبادی مدعی است که مرحوم کاتب هدفمندانه کار تاریخنگاری در دربار را پذیرفته بود و این کار هرگز از روی ناچاری و یا اتفاقی نبود به همین دلیل حضور کاتب در دربار آن هم در شرایط که هر روز و هر لحظه فریاد دلخراش جان دادن صدها هزاره که اعدام می شدن و یا زنده زنده پوست از سر و تنشان کنده می شد بسیاری از محققان را به حیرت انداخته است شنوندگان عزیز در اینجا قسمت نخست زندگی نامه علام فعز محمد کاتب هزاره به پایان می رسد در قسمت بعدی فعالیت ها و کارکرد های کاتب را به حیث و دربار سلطنتی خدمتتان تقدیم خواهم کرد درود بر روح کاتب و همه شهدای مردم و سرزمین ما تا برنامه بعدی خدایار و یاورتان